سلام این پاورقی قسمت 109م زبان اصلی سریال روزگارانی در چوکوراواست همزمان با پخشش در ترکیه. آیتن نامه دمیر رو به زلیخا نشون میده تا ثابت کنه که دروغ نمیگه. زلیخا با دیدن دستخط دمیر رسبی میشه و یاد بدیهای دمیر به خودش میفته. آیتن تقاضای هزار لیر میکنه تا خبر رو توی چوکوروا پخش نکنه. زلیخا با کلافگی به اون میگه که پولی نمیده و اونو از خونه بیرون میکنه. محمد و عبدالقدیر توی تعمیرگاه مشغول صحبت در مورد کشتی هستن که بار شرکت یامان رو منتقل میکنه. مهمت میگه یامان ها نمیدونن که بارشون با کشتی اونا جا به جا میشه. و تور با چمدونی پر از پول به خونه میره و سیزت هزارلی رو به شرمین نشون میده. شرمین غافلگی رو خوشحال میشه. اون میگه میخواد برای خودش ماشین بخره اما بتور مخالفت میکنه و میگه اونا نباید بذارن دیگران بفهمن که پول دارن. سپس چمدون رو توی کمد پنهان میکنه. سهنیه با لطفیه در محوت مشغول صحبت در مورد تکین هستن و لطفیه میگه تکین به اسپارتا رفته بود تا در مورد مهمت را تحقیق کنه و شاید شنیدن خبری از مهمت باعث سکته اون شده و طول شرمین از پشت پنجره حرفای اونا رو میشنوند. توی شرکت زلیخا در مورد نامه یه دمیر که آیتن داده بود به مهمه توضیح میده اون میگه با توجه به کارهایی که دمیر باهاش کرده چنین کاری از دمیر بعید نیست بعد با کلافگی میگه که میخواد از طریق آیتن و دخترش آدرس هولیا رو پیدا کنه و سراغ اون بره آیتن و دخترش توی هتل مشغول صحبت هستن و آیتن توضیح میده که زلیخا به اون پول نداده و نامه رو هم گرفته دخترش عصبانی میشه و میگه تنها مدرکی که علیه دمیر داشتن رو به زلیخا داده و دیگه نمیتونن زلیخا رو تهدید کنن. اونا حتی پول تصویه هتل رو هم ندارن. زلیخا که به هتل رسیده از پشت در اتاق حرفای اونا رو میشنوه. اون داخل میره و به آیتن و دخترش پیشنهاد هزار لیر میده تا آدرس هولیا رو بگیره. اونا اول پول بیشتری میخوان ما به ناچار قبول میکنن. شرمین توی خونه پول های چمدون رو بررسی میکنه و همون لحظه فسون سر میرسه. شرمین به دروغ میگه اون پولا پولای خسارت طلاق بطوله که شوهرش از پاریس براش فرستاده بعد میگه قصد داره برای خودش یه ماشین بخره. لطفی به همراه صحنه برای پخش آزوقه و لباس برای کارگرا به محله کپرنشین میره. زلیخا به خونه میره و بچه ها رو به فادیک میسپاره بعد به سمت ازمیر میره توی راه مهمتون رو میبینه و سعی داره زلیخا رو منصرف کنه زلیخا از رفتن منصرف نمیشه و مهمت میگه پس اونم همراهیش میکنه اونا با هم به سمت ازمیر میرن توی مسیر زلیخا از آزار و اذیت های دمیر صحبت میکنه و از اینکه همه چیز رو فراموش کرده و میگه از اینکه دمیر رو دوست داشته از خودش عصبانیه و با گریه حلقش رو بیرون میندازه مهمت زلیخا رو بغل میکنه و زلیخا گریه میکنه شرمین و فوسون به مغازه عبدالقادر میرن و شرمین یکی از ماشین های پارک شده توی محوطه رو میپسنده و قصد خرید داره. فوسون به گچه پای اون اشاره میکنه و هم میگه نمیتونه با ماشین جدید رانندگی کنه. شرمین همونجا با قیچی گچه پاشو باز میکنه و سوار ماشین جدید میشه و به راه میفته. وقتی لطفیه متوجه رفتن زلیخا به ازمیر میشه نگران زلیخا میشه لطفیه و صحنیه بیرون از خونه مشغول صحبتن که شرمین و فسون میرسن و شرمین ماشین رو بیرون از امارت پارک میکنه تا کسی متوجه خرید اون نشه لطفیه و صحنیه از بین درخت این صحنه رو میبینن صحنیه میگه حتما کاسه زیر کاسه است و حدس میزنه که بتول با وکالتی که از دمیر داره از شرکت کلاهبرداری میکنه لطفیه اینو قبول نداره و بتول رو دختر درستکاری میدونه شب زلیخا و محمد به هتل میرسن زلیخا با لطفیه تماس میگیره و خبر میده که با محمد به سمت ازمیر میره و شب رو تو هتلی در آنکارا هستن روز بعد لطفیه و صحنی با هم به سمت اسپارتا میرن تا در مورد تکین تحقیق کنن عبدالقادر برای تحویل دادن سند ماشین جدید شرمین به خونه اون میره شرمین وقتی لطفیه و سحنیه رو در حال رفتن میبینه به عبدالقادر میگه که اونا به خیال خودشون میخوان علت مرگ تکین رو پیدا کنن و برای همین به اسپارتا میرن. عبدالقدیر با شنیدن این حرف سری خداحافظی میکنه و میره. زلیخا و محمد به ازمیر رسیدن و به آدرس خونه هولیا میرن اما خانومی میگه که اونا چند ماه قبل از اون خونه رفتن و اسم محله دیگه ای رو میاره محمد از زلیخا میخواد که بیخیال بشه اما زلیخا میگه هر طور شده باید هولیا رو پیدا کنه و باهاش صحبت کنه لطفی و صحنیه توی اسپارتا به شرکت میرسن که تکین به اونجا رفته بود. اونا داخل میرن و از اون مرد در مورد اومدن تکین سوال میکنن و اون مرد اومدن تکین رو تایید میکنه. لطفیه در مورد مهمت از اون مرد سوال میکنه همون لحظه عبدالقادر داخل میره و خودش رو از دیدن لطفیه و صحنه متعجب نشون میده بعد توی حرفاش به اون مرد میفهمونه که باید بگه مهمت به چوکوروا رفته و اونجا شرکت داره. اون مرد هم به ناچار تایید میکنه. عبدالقادر از لطفی و سحنیه برای ناهار به رستوران دعوت میکنه و همگی به رستوران میرن. سحنیه با دیدن فاکتور رستوران میفهمه که تکین به اونجا رفته بوده. عبدالقادر به ام صاحب رستوران رو صدا میزنه و از اون در مورد تکین سوال میکنه. اون مرد هم در مورد تکین و کارا حرفای عبدالقادر رو تکرار میکنه و میگه اون روز حال تکین خوب نبوده. لطفیه باور میکنه که مشکلی نبوده و تکین به خاطر ناراحتی قلبی سکته کرده سحنیه نسبت به عبدالقادر حس خوبی نداره اون به عبدالقادر میگه چهرش آشناست و حس میکنه در گذشته اونو دیده در نبوده لطفیه و سحنیه توی خونه عزیز خانم حاضر میشه و به همراه عدنان از خونه بیرون میره و با یه تاکسی از امارت خارج میشه وقتی فادیک و گلتن متوجه میشن هر همه جا رو میگردن گلتن با شرکت تماس میگیره و به فکرت خبر میده فکرت و چتین سری خودشون رو میرسونن عزیز خانم و عدنان به یک کافی شاپ میرن بعد عزیز خانم به تنهایی به خونه برمیگرده همه با نگرانی دنبال عدنان میگردن و توی بازار عدنان رو پیدا میکنه و به خونه میبره خیال همه راحت میشه و فکرت که این مدت از بتول فاصله گرفته بود جلوی خونه بتول میره و از اون تشکر میکنه بتول که از فکرت دلخوره از اون میخواد هر زمان که واقعا اونو خواست بره زلیخا خونه یه هولیا رو پیدا میکنه اون و مهمت داخل خونه میرن هولیا و پرستارش به روی خودشون نمیارن که مهمت رو میشناسن زلیخا خودش رو همسر دمیر معرفی میکنه و در مورد صحت رابطه یه هولیا با دمیر سوال میکنه هولیا با سر تایید میکنه و گریهش میگیره بعد نامه هایی رو برای زلیخا میاره ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار